افسانه و افسون نوشته دکتر محمد علی ندوشن. بخش چهارم صبح روز بعد یعنی بیستم تیر هنگامی که ملیه در اتاق هتل آبلی دیر وقت چشم از خواب گشود چنان بود که گفتی کس دیگری است نزدیک چهل و دو سال عمر از خدا گرفته بود و امروز نخستین بار بود که چون به روی روز چشم می مردی را در کنار خود می یافت شانه های پشمالوی وجیه الله از زیر لحاف بیرون زده بود نگاهی بر او انداخت موهای سیاه وزوزیش آشفته بود خورخور خور ملایمی می کرد گوشه دهنش باز مانده بود مانند کسی که در حال دهنکجی به خواب رفته باشد آفتاب سرد درخشان کوهستان نور خود را از پنجره به داخل میتاباند. لباسهایشان را که کنده بودند روی دو صندلی در دو سوی تخت خواب افتاده بود. اتاق با دیوارهای گچی کهنه و سقف بلند حالت بیگانهواری داشت. هیچ صدایی از هیچ جا نمی آمد. تنها اثر حیات صدای نفس وزیه الله و جنبش شعله آتشی بود که آهسته آهسته توی بخاری ارج کنار اتاق میسوخت. نزدیک شش ساعت بود که با وجیه الله دو به دو توی این اتاق بودند. جوان را کم و بیش همانگونه در ذهن مصور می کرده بود، یافته بود، بی سبر، خشن و قلب کننده. وجیه الله از همان چهارده سالگی که در ده بود از رفقای مسنتر از خودش شنیده بود که عروس را باید با خشونت و قهر تصرف کرد نباید زرده به از و التماسهای او گوش داد برای جوانان همردیف ردیف وجیه الله همه ارزش و ابهت و لذت زفاف در همان لحظه قوت و قهر خلاصه میشد جوانان دهاتی میخواستم در یک لحظه همان اندازه لذت فتح بچشند که فاتحان بزرگ چون اسکندر و چنگیز و ناپل اون در طی چندین سال به دست آورده بودند. و الله چون نسبت به ملیه احترام قائل بود و او را زنی نمانند زنان دیگر میدانست نتوانست رؤیاهای گذشته و معلوماتی را که راجب شب اول عروسی اندوخته بود موبه مو درباره او به مرحله اجرا درآورد ولی همان اندازه که به کار افتاد نیز برای هر دو طرف مقتنم بود ملیه تعم قدرت و سلابت بازوهای او را چشید همچنین تعم بیکلگی و شهفت خام او که طبیعی و زلال مانند اصل در کندو بود در آن شب سرد در آن اتاق دور افتاده آن هتل خلوت خود را در پنجه او بی پناه دیده بود و این همان چیزی بود که می بود حتی اگر در بیابان یا جنگلی دور افتاده با او دو به دو مانده بود احساس لذت و تشفی بیشتری می کرد می خواست در بغل او خرد بشود مزمحل بشود فریاد بزند مثل گرگ توی تل زوزه بکشد و کسی به فریادش نرسد مدتها وجود خود را چون چاه عمیق سردرگمی دیده بود در قلعه متروکی که هیچ کس نداند در آن چاه آب است یا گنج است یا مار است یا جن از این چاه وحشت داشت از خلع بی انتها با عمق مرموز و شریر و سرد آن وحشت داشت میخواست سر آن گشوده شود و رمزش از میان برود پس وجیه الله را به کمک طلبید که تلسمان را بشکند و هوای آزاد و روشنی به درونش راه دهد وجود وجیه الله آخرین مرحله برنامه ای بود که میبایست او را از گذشته جدا کند کلوب و کارهای اجتماعی نیز مرحله دیگری از آن بود برای به گور سپردن این گذشته و زندگی دیگری را بر مزارش بنا کردن اکنون دیگر خوشحال بود که آخرین مرحله برنامهش به اجرا درآمده است اکنون دیگر چنان بود که گفتی از نو زاده شده چاه وجودش دیگر از آن حالت شوم و ترسناک بیرون آمده بود دیگر خود را زنی میدید که میتوانست با گردن کشیده و قامت راست راه برود و مستقیم توی چشم دیگران نگاه کند دیگر از هر جهت به یک فرمانده تبدیل شده بود می توانست بی آنکه دستش بلرزد زمام جهش را در دست بگیرد و به طرف افقهای باز و ناشناخته بتازد و الله هنوز خواب بود نمیخواست او را بیدار کند و در این حال بیتاب بود برای بیدار شدن او. میخواست او را در روشنی روز ببیند. بدن چالاک و ورزیده و رام نشدنی او را. او را مانند بچه ای در نظر مجسم میکرد. لجوج، حوسباز و سیری ناپذیر و, و میخواست همان گونه که بچه سر از خواب بر می دارد و هنوز چشم باز نکرده میگوید مامان من پلو دیشبیو و میخوام او هم با همان درجه از حرس و حوست و وجود او و بدن او را طلب کند نزدیک ساعت یازده و جهولا با تشنجی از خواب پرید احساس گرسنگی بی می کرد خواب میدیده بود که سخت گرسنش است و با استاد بیدل و خانم خوشمرام کنار یک سفره بر سر یک بادیه آبگوش نشسته اند نان توی آن ترید کرده اند و استاد بیدل با دست لغمه های کل گربه ای بر می دارد و هرچه جلو او نیز هست فرار می کند و به طرف استاد بیدل می رود. مثل آنکه لغمه خودش دست و داشته باشد و مثل موش بدود و او هرچه زور میزند نمیتواند حتی یک لغمه توی دست جا دهد و خانم خوشمرام از این جریان قشقش قش می خندد. ناگهان او کاسه صبرش لبریز می شود و بادیه ی آبگوشت را بر می دارد و بر سر استاد بیدل می خوبد و همین او را از خواب می پراند. ملیه نگاه مهرامیزی بر شوهرش انداخت. گفت چه شد عزیزم؟ اصطلاح عزیزم را از خانم منجیل پور یاد گرفته بود که به شوهرش گاهی دارلینگ و گاهی عزیزم خطاب می کرد. از او پرسید خوب خوابیدی؟ و او جواب داد آره و بعد خواب خود را برایش تعریف کرد و هر دو خندیدند. سپس ملیه او را تنگ توی بغل گرفت و بوسید. فیل وزیه الله از نو به یاد هندوستان افتاد و با اینکه گرستهش بود. حوض کرد که روز روشن را به شب سیاه زفافشان بپیوندد. نزدیک به یک بعد از ظهر بود که به رستوران رفتند. چند مهمان خارجی یا داخلی دیگر هم جا به جا نشسته بودند. از جمله خوراک های آن روز باقالی پلو با گوشت بره که از غذای اتفاق هر دو دوست می داشتند هر دو همان را خواستند برای وجیه الله دو پرس آوردند سر نهار جوان چند تا حکایت شیرین از جاهلی های گذشته اش تعریف کرد که ملیه را خنداند نهار آن روز خیلی به دهن ملیه مزه کرد کامپوت و بستنی مخلوط کردند و به عنوان دسر خوردند و الله به یاد روزی افتاد که توی هات شاپ خانم خوشمرا مهمانشان کرده بود و دسر مخصوص هات را به او خورنده بود گفت عجب روزی بود اون روز ما اولین بار بود که میون هفت زمین شستم ولی ملیه خوش نداشت که بحث راجب آن روز ادامه پیدا کند و موضوع صحبت را تغییر داد بعد از نهار کنار بخاری بزرگ سالن نشستند و چای خوردند. و جهولا تازگی به سیگار کشیدن افتاده بود. ملیه حدس میزد که سیگار میخواهد و جلو او رویش نمی شود. برای آنکه شرم او را بشکند گفت من بدم نمیاد بعد از زاری سیگاری بکشم. پس از خدمت یک بسته زر خواست و یکی از آنها را روشن کرد. بدین گونه وزیح الله هم توانست کیف سیگار بعد از نهار را ببرد. آنگاه به اتاق خود رفتند، ساعتی استراحت کردند. میدانیم که هر روز عصر میترا ابوالبرکات می بایست اوراقی را که محتاج تصمیم فوری دبیر کل بود برای امضا یا صدور دستور نزد او بیاورد. آن روز ساعت پنج بعد از ظهر میترا رسید. فلور منتشایی خواهر لوسی را هم با خود همراه کرده بود که هنگام برگشتن تنها نماند. ملیه از اتاق خود پایین آمد و توی سالن بغل بخاری نشستند. ورقه ها را یکی یکی خواند و رویش دستور داد و آنها که امضا کردنی بود امضا کرد. میترا و فلور کنجکاف بودند که ببینند دبیر کلشان بعد از آن شب زفاف چه حالت و قیافه ای به خود گرفته. همانطور که فکر می او را شکفته و خندان یافتند. به این راه که میترا و فلور به شهر بر میگشتن. فلور به میترا گفت خانم دبیری کل مثل که از هفته اصل خودش راضیه. میترا جواب داد چرا راضی نباشه؟ شوهر به اون زبر و زرنگی از اون با معرفت هاست. فلور گفت من همیشه دلم میخواست عروس ها رو روز بعد عروسیشون ببینم. بچه که بودم خیال میکردم که یه چیزیشون فرق میکنه. کم یا زیاد میشه مثلا آرباراشون کج میشه یا چشمشون چپ میشه یا چونشون تو میره که اما نمیتونم چرا خیال میکردم که روز بعد عروسی باید یه چیزیشون عوض بشه همینطور فکر میکردم زن و مرد که با هم خلوت میکنن و زن خیلی زجر بکشه خیال میکردم که همه خاصیت قضیه در این زجر کشیدنه میترا جواب داد همینطورم از خیلی اشتباه نمیکردی دفعه اولش جهنمه فلور لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت یه جوری حرف میزنی مثل که مزهش رو چشیدی نا جنس ها بگو ببینم میترو جواب داد مگه همه چیز برای این که آدم بدونه باید خودش مزهش رو چشیده باشه مثلا مگه تو خودت آب رو تزیه کردی که ببینید دوتا هیدروژن داره و یه اکسیژن اینا رو تو کتاب خوندی؟ فلور آنقدر ساده نبود که به این آسانی متقاعد شود گفت نه این با اون فرق داره اونطور که تو گفتی معلوم بود خودت یه بویی از قضیه بردی منم سرم تو حسابه میترا خندید و گفت اگه راست رو بخوای آره وقتی که در لندن بودم با یه پسری جهود کانادایی اما خیلی با هم مماشات کرد فلور با کنجکاوی پرسید اون وقت وقتی تموم شد هیچ تغییر تو قیافه تو پیدا نشد نه چه تغییری پیدا بشه مگه عمل بینیه که قیافه آدم عوض بکنه فلور گفت آخه میگم قیافه آدم رو عوض میکنه آدم قیافه زن به خود میگیره بعضی ها میتونن بشنسن به محض اینکه تو صورت آدم نگاه بکنن میفهمن که اون قضیه هستش یا پریده میترا خندید و گفت این حرفای خال زنکیه مردم مگه کف دستشونو بو کردن این مزخرفاتو باور نکن من وقتی میخواستم برگردم رفتم دادم دوباره مثل اولش کردم مثل دسته گل شطور دیدی ندیدی حالا ما چیز تو قیافم پیداست فلور لبخندی زد و گفت نه لا بود چون دوباره دوختی قیافت برگشته به حالت اول بعد فلور گفت تو خیال میکنی وزیه مثل اون پسری جود کانادایی با ملیه مماشات کرده باشه؟ میترا جواب داد چه ساده ای اون بیارزه بود وزیر یه لحظه هم امون نداده چه کیف داشت که آدم پشت در باشه جیغ و ویغایی خانم دبیر کل رو بهش نبه فلور گفت آخ نگو دلم یه حالی میشه میترسم جواب داد میترسی؟ چی میترسی؟ دختر به این گندگی خجالت داره اتفاقا اونا که تو این کارا واردن میگن یه زربش خوبه آدم هیچ وقت یادش نمیده. و آهی کشید و گفت پسری کانادهی منو حروم کرد با این گفته شنود راه را در نظر خود کوتاه کردند. اقامت ملیه و وجیه الله در هتل آبلی پنج روز طول کشید. وقتشان اینطور میگذشت که صبح ساعت هشت از می‌خواستند، میخواستند ساعت نه صبحانشان تمام میشد میرفتند بیرون کمی قدم میزدند و الله گاهی به تنهایی میرفت طرف پمپ بنزین یا شعبه نفت فروشی با فروشنده ها صحبت می کرد گاهی هم دم قهوه خانه با کامیوندارها یا رهگذرها می نشست و یک فنجان چای می خورد. در این مدت ملیه میرفت به اتاقش و با کمی خیاطی یا مجله و روزنامه خودش را مشغول می کرد. چه؟ میترا هر شب که می آمد یک بسته روزنامه و مجله با خود می آورد. خبر عروسی و جشن ملیحه با عناوین درشت و عکس و تفصیلات چاپ شده بود آقای ترمازاده رئیس روابط عمومی کلوب به اتفاق آقای سندبادی که در این مورد زی علاقه بود مطالب و خبرها را تنظیم می کردند و به صورت گزارش اعلانی به چاپ می رسندند. و البته سندبادی پول اعلان را می پرداخت. شدیده که استاد بیدل به همین مناسبت گفته بود با آب و تاب توی روزنامه های انتشار چاپ شد. قطعه شاعرانه ایرانیز که مترجم حضور نوشت مجله ها توی صفحات ادبی خود جا دادند. این مطالب به تدریج که منتشر میشد شد میترا می آورد به آبالی و خواندن و بحث کردن درباره آنها یکی از سرگرمی های وجیه الله و ملیحه بود. بعد از ظهر حدود ساعت یک کنیم. نهار تمام میشد. آنگاه به اتاق خود برمیگشتند و دوباره کمی دراز میکشیدند. نزدیک ساعت چهار نیم می آمدن پایین و منتظر میترا می نشستند. شام هم معمولا ساعت نه پایان می یافت و ساعت ده بعد از ظهر به رخت خواب می رفتند. میترا هر روز که می آمد کس تازه با خود می آبرد. یکی از دوستان یا یکی از اعضای کلوب یک روز شیرینکاری کرد و زبیده را با خود برد. زبیده آنقدر دلش برای خانمش تنگ شده بود. آنقدر میخواسته بود او را ببیند که دلش طاقت نیاورده بود و از میترا خواسته بود که او را با خود ببرد. ورود ناگهانی زبیده برای آن روز سرگرمی شد. ملیه و وجیه الله هر دو خوشحال شدند. دختره که دماوندی دست خانمش را بوسید از خوشحالی اشک تو چشمش آمده بود گفت شما که رفتیم مثل اینکه شهر خالی شد و بعد از آن که ملیه کارهای کلوبیش رو انجام داد نشستند و شوخی کردند و خندیدند و حرف زدند این عصرها که میترا می آمد معمولا از هر دری خبری می آورد از اوضاع شهر، سیاست، از رفقا و نیز از پرش و کسانی که در کار تشکیل دادن کلوب سوم یعنی یورش بودند ملیب به اخبار شهر با علاقه و حرس گوش میداد چون از میان حیاهو و بروبیای کلوب بیرون آمده و به قول خودش ناگهان در این بیقوله افتاده بود مثل آن بود که سالهاست دیر نشین شده معتکف شده ولی از نظر بهداشتی این استراحت و گوشگیری برای اعصابش خیلی لازم بود. از را که میترا می آمد و به کارهای کلوب مشغول می شدند و الله فرصتی به دست می آورد و می رفت به اصطلاح دومی به خمره می زد. در یک عغزی فروشی مجاور چند چتول با خیارشور و کالباس بالا می انداخت و خودش را میزون می کرد و بر می گشت. ولی به روی خود نمی آورد. ولی ته دلش راضی بود میخواست هیچ پیش آمدی در دنیا مانع از سر حال بودن او نگردد بی اقراق در تمام شهر اگر یک نفر بود که از عروسی ملیه و وجیه الله قند توی دلش آب شده بود آن خانم خوشمرام بود بنابراین همو بود که قبل از دیگران در صدت برآمد که نخستین مهمانی پاگوش های دبیر کل جهش را با شکوه هرچه تمامتر ترتیب دهد. دوستان نزدیک خانم خوشبرام که از احساسات او نسبت به وجیه الله کم و بیش بویی برده بودند در حیرت بودند که چگونه او آنقدر با خوشوقتی این وصلت را تلقی کرده و حالا که ظواهر امر حکم میکرد. که برعکس باید بسیار ناخشنود باشد در نبرد پنهانی که بین او و دبیرکل جهش بر سر جوان نفت فروش در گرفته بود ملیه برنده نهایی شده بود برای این دسته از دوستان که چیزهایی میدانستند، دانستند بدونن که همه چیز را بدانند احساسات و اکسل عمل خانم خوشمرا معمایی شده بود مثلا سبد گلی که او به مناسبت عروسی ملیه و وجیه الله فرستاد از همه سبد ها بزرگتر و فاخرتر بود علاوه بر آن هدیه ای بسیار نفیس به عروس داد که عبارت بود از یک دست اسباب توالت از سنگ یشم در شب جشن هتل همورابی هم خانم خوشبرام از همه شادتر و برازندهتر مینمود. می نمود. دکلتی سخاوتمندانه پوشیده بود شانه های نرم و سفیدش که مانند کویر بود در افق گردن به گنبت نیلفام و آسمان زلفش میپیوست پیوست. با اینکه نزدیک چهل سال داشت هنوز آب در جوی جوانی بود. هنوز می توانست مانند پهلوانان پیر حریف های جوانتر را از پای درآورد. به خانم خوشبران روزی برخوردیم که ملیه و دوستانش از جمله وجیه الله را به یک بستنی هاتشاپ دعوت کرد. از همانجا در تعقیب پیاده کردن تئوری استاد خاج تابوس دل در گروه جاذبه وجیه الله نهاد. از همان روز با حوصله و پشتکار کار از بکار زدن هیچ ترفندی برای بچنگ آوردن او خودداری نورزید. حتی دیدیم که ملیه را با زمین چینی به طرف گروه سازی و کلوب بازی کشنید تا ذهنش را از عشق منحرف سازد. در این مدت گاه به گاه به شعبه نفت فروشی محله عرب ها به سراغ وجیه الله می رفت. هر دفعه به بهانه ای. یک روز آلفا رومعای کرسیش را دم شعبه متفقف کرده پیاده شده و پس از ابراز آشنایی و حال پرسی به جوان گفته بود خواستم ببینم اتفاقا بنزین نداشتید؟ من بنزینم داره تموم میشه تا همین سر کوچه بیشتر نخواهد رفت به هجوری افتادم وجیه الله دندانهای سفیدش را زیر سیویل سیاهش بیرون انداخته خندیده و جواب داده بود اگه با نف کار بکنه هر چی بخواید میریزم تو باکتو ولی بنزین ندارم آنگاه با نگاه مشتاقانه شروع کرده بود به برانداز کردن آلفا رومه و یه زیبای او و خانم خوشمرام از او پرسیده بود اگه یه خانم خوشگل حاضر باشی یه همچه اتومبیلی برای شما بخره چی میگید؟ و او خندیده و جواب داده بود ای خانم خوشگل اتومبیلم واسه اون نخره ما کوچکش هستیم سپس مدتی با بجیه و صحبت کرده و از حال و روزش پرسیده بود بعد هم گفته بود حالا بلکه بنزینم منو تا شعبه برسونه و آتش کرده بود و رفته بود به بحانه های این چنانی چند بار دیگر هم از آنجا گذشته بود هدیه نیز به وجه الله داده بود مثلا چند بسته سیگار فرنگی از آن سیگارهایی که در تهران کمیاب بود یا یک جعبه شکلات سوئیسی حتی یک بار یک فندک دنهیل گفته بود دیشب تو اسبابا میگشتم می دفعه به فندک برخوردم بگیری قسمت شما بود و با اصرار آن را توی جیبش گذاشته بود یکی دو بار خواسته بود به کنایه به او بفهماند که اگر به طرف او برود خیلی کاروبارش سکه تر خواهد شد اما وجیه الله که نسبت به ملیه وفاداری سگواری می داشت و علاوه آن برای فهم کنایه سرعت انتقال لازم را فاقد بود گوشش را به آن حرف ها نکرده بود وسط ملیه و وجیه الله ورق را برگرداند آنجا که دوستان خانم خوشبرام همه چیز را تمام شده پنداشتم خود او کبوتر سفید امید را بر بام خانه خیش نشانید آنها مو میدیدند و او پیچش مو حساب خانم خوشبرام غلط نبود با تبهری که در رابطی زن و مرد داشت امیدوار بود که این وصلت دیر یا زود پیوند وجیه الله و ملیه را به مرحله قابل انفجاری خواهد رسانید و او خود را آماده می کرد که از آن انفجار بهره برداری کند بربرداری کافی نبود می بایست آن را جلو اندازد برپا کردن مهمانی پاگوشای ملیه جزئی از اجرای این نقشه دامن دار بود اولا میخواست در این مهمانی رابطه ملیه و شوهرش را پس از آن که سه چهار هفته ای از عروسیشان گذشته بود دید بزند سانیان خواسته بود با وارد کردن شخص یا اشخاص دیگری در آن جلسه مثل کرم خاردار که توی پنبهزار بیندازند روحیه وجیه الله را دستخوش آفت زدگی کند خانم خوشبران برای اجرای این قسمت از نقشه خود احتیاج به یک واسطه داشت. خودش نمیخواست رأساً پا به میدان گذارد. میباید کس دیگری قلب وجیه الله را بروبد. آن را جارو کند و او بعد با کبکبه و دبدبه وارد آن شود. این واسطه چه کسی میتوانست باشد؟ خانم ودایی در این مورد نیز مثل همیشه میتوانست کمک فکری زی قیمتی به او بکند قرنفل ودایی برای این نوع انتریکای زنان لنگه نداشت حتی اگر هیچ نفعی هم آیدش نمیشد از نفس عمل خوشش میآمد در این مورد که نفع خصوصی هم داشت زیرا تهدل با ملیه دشمن بود و چون در زمینه اجتماعی او را شکست ناپذیر میدید تمام رخنه ای که برای حمله به قلعه او یافت در جهت عشقی بود به دینگونه خانم خوشبرام نقشه خود را خیلی مخفیانه با خانم بدایی در میان نهاد و جزئیات را بیان کرد و به پیروزیشان اظهار اطمینان نمود و از او کمک خواهران خواست ضمناً به او وعده داد که در صورت به سمر رسیدن نقششان او او را در نقش ای که برای ازدواج با سند بادی داشت پشتیبانی خواهد کرد بر سر این موضوع حساس که چه کسی را به عنوان واسطه انتخاب کنند بحث بین دو بانو به درازا کشید نگاهان خانم خوشمرام به قرنفل گفت میزا عبدالعظیم خان چطوره؟ و او لحظه ای به فکر فرو رفت و جواب داد نه منظورش از میرزا عبدالعظیم خان اولگای آلمانی بود که چون در حرف زدن فارسی روش مخصوص به خود داشت و دستور زبان خاصی برای خود تعبیه کرده بود دوستانش به شوخی اسمش را گذارده بودند میرزا عبدالعظیم خان دختری بود که شوهر ایرانیش او را طلاق داده و در پایتخت به حال خودش رها کرده بود. دخترک روی برگشتن به وطن نداشت و در همین شهر شغلی برای خود دست و پا کرده بود و تنها زندگی می کرد. اولگا به اقتضای شغلش که آرایش پوست بود با بانوان متجدد پایتخت آشنا شده بود. از جمله خانم خوشمرم و خانم ودایی خانم خوشمرام از این جهت او را در نظر گرفته بود که فکر میکرد که چاق و چله و سفید و زاغ است و باب دندان مردانی چون وجیه الله میتواند باشد ولی خانم ودائی با میرزا عبدالعظیم خان موافق نبود استدلالش این بود که یک دختر فرنگی قلق مردی چون وجیه الله دستش نیست و ممکن است نتواند رول خود را آنطور که باید بازی کند دوستش پرسید پس کی؟ با او پس از لحظه ای تعمل انگشت به پیشانی خود زد و جواب داد پیداش کردم یادت هست که جشن هتل مرابی من و تو با چه کسی همکاسه بودیم؟ چون خانم خوشمرام در جواب دادن تأخیر کرد خودش به او کمک کرد و گفت زبیت دماوندی کلفت ملیه اون به نظر من بر این کار جون میده از قدیم گفتن شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی و بهتر از اون پیدا نخواهیم کرد آنگاه توضیح داد یادت هست من از دختره تعریف کردم و تو حرف منو تصدیق کردی خیلی مامان شده بود مثل سیو سرخ دماوندی این دختر چند حسن داره اول اینکه از جنس و طبقه خود وجیه الله، بعضی از این مرد جماعت ذاتا پست فطرتن تا زن بوی دود و طویل نتستش خوششون نمیاد بدت نیاد از کجا که این وجیه الله هم یکی از اونا نباشه سانیان دخترک دم دستشه ما احتیاج نداریم که اونا رو به وسال ساختگی به هم برسونیم سالسن از حق نگذریم دختره از اون تیکایی نابه مردی که یه ذره اهل بخیه باشه نمیتونه از سرش بگذره با همین یه وجب قدش خیلی هم چش سفید تشریف داره کافیه که سر نخو به دستش بدیم دیگه خودش را ته قضیه میره خانم خوشمران کلیات طرح قلمفل را پسندید میماند آنکه چطوری هم را پیاده کنند میبایست نقشه را طوری اجرا کرد که وسط کار گل نکند خانم ودایی برای رفع نگرانی او گفت تو این کار به من واگذار کن که خیالت راحت باشه فقط اون مهمونی کذا رو و زودتر را انداخت و خانم خوشبرام همان روز با ملیه تماس گرفت تاریخ مهمانی تعیین شده و کارت دعوت را به چاپ دادند. مهمانی پاگوشایی خانم خوشبرام نخستین پاگوشای ملیه بود و از همه آنها که بعد آمد مجللتر در خانه زیبایی که با تمام اساسیه به عنوان مهر به او واگذار کرده بود این زیافت برپا کردید مهمانی های خانم خوشمرام در سر و سر پایتخت شهرت داشت همه ی تازه به دوران رسیده ها برای آن سر و دست می شکستند روشن فکرها زمانی خود را روشن فکر و رجال بچه ها زمانی خود را رجال بچه های واقعی می که به مهمانی خانم خوشمرام دعوت شده باشند آشپزش را مدتی فرستاده بود به کلوب فرانسوی ها تا بغل دست سراشپز آنجا استاج بدهد و او هم انصافا وقت خود را تلف نکرده و تمام ریز کاری ها را در آنجا یاد گرفته بود. بهترین مواد خام را هم تهیه می کرد. وقتی خانم خوشبرا مهمانی میداد دیگر معلوم بود که تا چندین روز کبک توی پایتخت کمیاب خواهد شد. سوپ گنجشک را میبایست رفت در خانه او خورد غذایی که آشپز او درست میکرد آدم میخواست پنج شکم دیگر قرض کند و از آن تا سرحد خودکشی بخورد خلاصه حکایتی بود از پذیرایی شرابهای فرانسه و ایتالیا و حتی چکستواکی و ودکای روس و لیکورهای اسکاتلند همه در آنجا سبیل بود در خودی این خانم مرز بین شرق و غرب برداشته میشد نه از دیوار برلن خبری بود و نه از مدار سی و هشت اگر خوردنی و آشامیدنی را ملاک می گرفتیم خانه خانم خوشمرا می توانست یک سازمان ملل کوچک باشد که پایه صلح پایدار جهانی در آنجا گزارده شود در شب موعود همه بانوان متجدد مرفه الحال پایتخت در آنجا جمع شدند کبوترهای معصومی که مردهایشان رجال پاک بازی بودند که جز ده دوازده هزار تومان حقوق ماهیانه و صد هزار تومان پاداش سالیانه چیزی آید خود نمی کردند. و در این دنیای وانفسای مادیات به اثبات رسانده بودند که هنوز کسانی هستند که بتوانند کف نفس بکنند و حالا اینکه همه آنها کارشناسانی بودند که اگر یک روز خدایی نکرده قهر می کردند همه چرخ و پر مملکت از کار می افتاد و همه این بانوان مانند زنان سبتی در شبی که گوهرهای قبطی ها را به آریت گرفتند می درخشیدند از جواهر و طلا گفتی در معدن طلای یوهانسبورگ و پلاتین کاتانگا سهم داشتند و از جمله کسانی بودند که پشت پرده سیاست نژادی آفریقای جنوبی و تجزیه کنگو را تقویت می کردند. خانم خوشبرام از ملیه خواهش کرده بود که زبید کوچولو را هم با خود بیاورد. زبید از شریک در جشن هتل همورابی شرکت کرده بود تقریبا پایش به محافل باز شده بود. و چون ذاتا دختر تو برو و به قول خانم منجیل سوشیابلی بود همه او را دوست می داشتند. از جهت آنکه کار ملیه در کلوب به طول انجام می بود او و شوهرش کمی دیرتر از سایر مدعوین رسیدند. زبایده نیز آنها را همراهی می کرد. خانم میزبان تا دم در به استقبال آنها رفت خندان گفت چه کوپل برازنده ای و انگامی که واردشان کرد مهمانان به افتخار عروس و داماد دست زدند. خانم خوشمرام چون خودش کمی در مزان تهمت بود نمیخواست با وجیه الله خیلی گرم بگیرد. از این رو به همان خوشوبش قناعت کرد. کسی که میبایست مهماندار وجیه الله باشد قرمفل ودایی بود. همه خانم های حاضر در جلسه همچنین مردها به اندازه ای طالب گفتگو با ملیه بودند. که لحظه ای او را آرام نمی گذاشتند. دورش حلقه زده بودند و از هر دری با او حرف می زدند. از بخت بعد دو سه روزنامه نویس سمج هم در آنجا راه پیدا کرده بودند. مثل کنه به ملیه چسبیده بودند و عقیده او را راجع به همه چیز از جنگ ویتنام گرفته تا درست کردن پیاز داغ پرسیدند. مثلا عقیده خانم دبیر کل راجب سربان کنگل چیه؟ یا میگویند ما او مدت هاست در مجامع ظاهر نشده. شما راجب این موضوع چه عقیده ای دارید؟ بعضی خانم های خاندار از گرانی پرتغال شکایت دارند. آیا به نظر خانم دبیر کل پرتغال را دانه بفروشند بهتر است یا کیلویی؟ یا آنکه آیا شما این پیشنهاد را تصویب می که خانم های خاندار شخصا و فل مجلس را تنبیه کنند و از این قبیل سوال ها وجیه الله که تنها مانده بود خانم ودایی به او می پرداخت از حال و کارش پرسید وجیه الله جواب داد ناشکر نباید کرد در این زم قرنفل زبیده را به نزد خود خواند و گفت زبیده جون تو مشل از همه جوون تری بود مقداری خورش فسنجون برای یاقی مستزادی بیار یه نصف کپ کم توش بذار و در قیاب زبیده شروع کرد به تعریف کردن از او چه دختر قشنگی واقعا عجیبه همین الان شصفت و زن و دختر تو این مجلس هستن و هم از گلهای سرسبد پایتختن اما زبیده از همهشون شون مامانی تره. چه آب و رنگی این دختر که توی پاریس بود قدرشو میفهمیدن اگه توی شانزلیزه راه بره بی اقراق صد تا جوون دنبالش میفتن شاید هم سر اون چاقو بکشم در اون موقع زبیده رسید خانم ودایی گفت مرسی زبیده جون چه کب که خوبی برای آقای مستزادی آوردی معلوم میشه قدرشون رو میدونی البته آقای مثل آقای مستزادی کدوم زنیه که قدرشون ندونه داشتم تعریف تو رو پیش ایشون میکردم میگفتم چه دختر نازی چه نگاه شیطانی داره تفاله نداره همش شوهره تو چی میخوری که همچه گوشت به این لطیفی به هم زدی؟ و رو به وزیح الله کرد آقای مستزادی حق با من نیست که زبیده خیلی مامانیه الان در بهترین دوره عمرشه رو به زبیده زبیده جون هیچ که بیشتر نداری و او با خنده جواب داد تازه پا گذاشتم تو نوزده خانم بدایی گفت به به خوش به حالت قدر خود تو بدون بعد از شام رقص شروع شد در بین آن جمع ظاهرا تنها کسانی که رقص بلد نبودند وجیه الله زبیده و ملیه بودند اما در مورد ملیحه اشتباهی شده بود ملیحه که همه فکر میکردند رقص نمیداند همان گونه که مرحوم مکارتی در بازجویی های روس یک دفعه شروع کرده بود به روسی حرف زدن و همه ی حضار را غرق حیرت کرده بود او نیز ناگهان پا به وسط پیست نهاد و با مترجم حضور به رقص پرداخت. حقیقت این بود که مدت پیش درس رقص گرفته و این فن را آموخته بود. با این عمل خود بار دیگر نشان داد که هیچ فنی از فنون تجدد نیست که نداند. رقص با گرمی جریان داشت و جیه الله که دستش از چاره کوتاه بود در گوشه ای ایستاد. زبیده نیز رفت و در کنار او ایستاد از او پرسید اینا چی کار میکنن؟ و جواب داد می رخصم. مجلس رقص را توی فیلم ها دیده بود و جیولا زیر چشمی توی نخ زبیده رفت و ته دل تصدیق کرده که خانم ودایی راست میگفته دختره که دماوندی واقعا خواستنی بود به قول خانم ودایی توفاله نداشت هرچه بود و نبود جوهر بود وجیه الله چون مدتی توی ده زندگی کرده بود میدانست که بره تقلی شیرمست یعنی چه؟ زبیده شبیه به یکی از آن بره های تقلی شیرمست بود نرم و لطیف و بازیگوش و سرحال فقط همین کم داشت که گردن قشنگش را جلو بدهد و بعبع بکند مثل بره که مادرشان را گم کرده باشند سیگاری لایه دو انگشت وجیه الله دود میکرد این دو بیتی را که در بچگی آموخته بود زیر لب شروع کرد به زمزمه کردن سرت دازم که سر سر می کنی تو مثال بر 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 می کنی تو مثال بره فصل بهارون دم آدم یاد ما در می کنی تو دم یاد ما در می کنی تو زبیده پرسید چه می خاند؟ و او جواب داد یاد شعری افتاده که توی ده یاد گرفته بود زبیده دلش می خواست که او آن شعر را بلند بخواند و او خواند دختر خوشش آمد و جیه الله خندید و گفت میدونی سرسر یعنی چی؟ سرت تکون بده و او سر خود را با ناز به چپ و راست چرخاند. موهای نرمش را الگارسون زده بودند مثل پشم گربه بود. نوعی حالت مغناطیسی از خود میداد. این شاید ناشی از وفور جوانیش بود که مثل فواره از همه وجودش فوران میکرد. و جهولا مانند کشیش هایی که مورد وسوسه قرار میگیرند، کوشید تا خودش را با عالم زبید آشنا نکند حتی فکرش را گناهی می دانست. خیانتی به تازه عروسش می دانست. با همه بیموخی آنقدر شعور داشت که بفهمد کسی که یک ماه است عروسی کرده هنوز خیلی زوده است که حوث زن دیگری به سرش بیفتد آن هم عروسی که آنقدر متشخص بود و آنقدر به گردن او حق داشت توی دلش لا اله الا الله گفت و به زبیده تشر زد داختر چرا اینجا مثل گاربه خود به من شهست کندی؟ تو جمعیت بر تماشا کن اصلا مکافاتی داریم و بیان که منتظر دور شدن دختر بماند خودش از او فاصله گرفت رقص تا حدود ساعت یک طول کشید دیگر آن شب مثل فیلم تمام شهر میرقصند شده بود. همه شکیده های تجدد پایتخت در آن به دسترفشانی و پایکوبی آمده بودند. رئیس انجمن اجاق، رئیس انجمن کامونام، خانم انبر سرشت، شاعره معروف، خانم استمزاجی و کلیه سرجنبانان کلوب پرش، همه سران جهش، خلاص همه و همه. شب جشن هتل همراوی به علت آنکه بزم هارون و رشیدی داشته بودند فرصت رقصیدن به دستشان نیامده بود ولی آن شب داد دل خود را گرفتند آقای ترمازاده که در صدایی از جد روزخانش به ارث برده بود شاید در اشاره به همین موضوع خواند اگر دستم روزی که انصاف از تو بستانم غذای اهد مازی را شبی دستی برفشانم خانه خانم خوشمرام گوشه ای از وین عهد مترنیخ را زنده نموده بود. همه چیز در جنب جوش بود. از نظر بهداشتی هم حق داشتند. یک همچو غذای لذیذ مفصلی حق بود که یک همچو تکانهایی را به دنبال داشته باشد. وقتی خواستند خداحافظی بکنند خانم میزبان در برابر ملیه و وجیه ایستاد و گفت امیدوارم به شما خوش گذشته باشه. کلبه درویشونه هر وقت خواستی تشریف بیارید لپای زبیده را هم لای دو انگشتش گرفت و گفت دختر مامانی به تو هم لابد بد نگذشته و همه در آغوش سرما به کوچه پا نهادند راننده ها که در حال نیمه چرت بودند اتومبیل ها را به جلو راندند کوچه از صداهای سرمست شاد زنگدار الکل زده یه. بای بای و خداحافظی لبریز شد زندگی زناشویی ملیه جریان عادی خود را آغاز کرده بود آشپزی گرفته بود که تهیه غذا را بر عهده داشت زبیده کارهای جزئی خانه را میکرد کرد راننده کلوب هم که بود چند مهمانی پاگوش دیگر نیز برگزار شد از طرف خانم اسمزاجی دبیر کل پرش جیهون مقاطع کار آفت احتراق آقای ابالبرکات پدر میترا که آهن فروش درجه اولی بود هر یک از این مهمانی ها گرچه به پای جشن خانم خوشمرام نمی رسید ولی در نوع خود با شکوه بود یک جشن هم خود کلوب گرفت که بیشتر جنبه رسمی داشت و سر میز ندقهایی رد و بدل شد وجیه الله تا چندی در بیکاری گذراند نمیدانست وقتش را چگونه به کار اندازد گاهی به شعبه نفت فروشی محله عرب ها سر میزد با پنج علی می سیگاری می کشید و مشتری های سابقش که می آمدند با آنها حرف میزد. تجدید خاطره ای می کرد. گاهی در کل پزی به سراغ شیخ حسن می رفت. گاهی هم یادی از رفقای قدیمیش می کرد که در پامنار یا سرچشمه یا میدان شوش کار و کسب داشتند چون تصدیقش را گرفته بود رامبلر آلبالویی را برمی داشت و دور شهر راه می افتاد. با اینکه هنوز درست بلد نبود به علت جسارت ذاتی که داشت گلیمش را از آب می کشید ملیه اندک اندک به فکر افتاد که نقشه انتخاباتی او را وارد عمل کند یک روز سر صبحانه موضوع را با او در میان نهاد جزئیات برنامه را برایش تشریح کرد و گفت باید ستاد انتخاباتی خود را در گاراژ اتوتوکیل قرار دهد هر روز صبح به آنجا سر بزند و طرح جلب همشهری ها را به مورد اجرا بگذارد موضوع برای وجه الله تازگی داشت پس از آنکه ملیه حرفایش را زد و او را به نتیجه کار امیدوار کرد جواب شنید ای به کار که من از ادارجات بعدم میاد ملیه گفت اگه بخوای توی این خط بیافتی چاره نیست بعد از این سر با ادارجاته حالا تو چاری کمی جلو میز اونا بیستی فردا نوبت اونا میشه با نخور و الله قبول کرد دیگر صبح زود که اتوبوس توکیلاباد میرسید و مسافرها خسته و خوابالود پیاده میشدند او را میدیدند که تر و تازه ریش تراشیده خندان حاضر به خدمت منتظر آنها است اگر مریضی بود آنن او را توی رامبلر میگذاشت و روانی بیمارستان دولتی میشد اگر کسی توی اداره ای گرفتاری داشت او را به آنجا همراهی می کرد اگر پای خرید جنسی به قسط یا فروش کالایی در بین بود به سوی بازار به راه می افتاد. تو ها پشت و پناه خوبی پیدا کرده بودند. فرشته نجاتی یافته بودند. دیگر با دل قرص و خیال راحت از اتوبوس پیاده می شدند و می که بعد از آن در شهر درندشت و هیچ کس به هیچ کس پای سرگردان نخواهند شد. همین امر باعث شد که تعداد بیشتری به شهر روی آورند. اولین کسی که از وضع جدید وجیه الله نفع برد مدیر گاراژ اتوتوکیل بود که دیگر اتومبیل خط توکیل آبادش همیشه تکمیل می آمد و حالا اینکه قبلا گاهی از نصف ظرفیت هم کمتر مسافر داشت. عده زیادی پیر و جوان بیکار یک چادر شب میبستند می‌بستند، می بقچه را زیر بغل می پول کرایه ای دست و پا می کردند و رو به شهر راه می افتادند. با خود می اونجا برسیم، دیگه برگشت با آقای مستزادی. مشکلترین قسمت وظیفه وزیح الله کار پیدا کردن برای این عده بود. اول چند نفرشان را به عنوان ماشین پا در خیابان کلوب که کلوب جهش در آن واقع بود جا داد ماشین قبلی را تارو مار کرد و گفت چراقی که به خونه رواز و مسجد حرومه. توکیل های مذکور هم هر کدام یک لونگ خریدند و به شغل جدید خود مشغول شدند. برای بعضی دیگر فروش بلیت بخت آزمایی درست کرد، آنها را به صف کرد و یک بلیت فروش کوهنکار آورد تا راه و رسم فروش را به آنها یاد دهد. طبق تعالیم او میبایست به خواهش به سماجت هر طور بود بلیتی آب کنند بعد یکی یک دست بلیت به دستشان داد و توی شهر ولوشان کرد بعضی دیگر در مقاطع کاری های جیهون و بهرام پاشا برایشان کار گرفت تعدادی عملی قریب را بیرون کردند و آنها را به جای آنها به کار گماردند اما چون حجوم داوطلب زیاد بود هرچه می خوشید حریف نمی شد. سرانجام ناچار شد. دست به دامن دوستان ملیه بشود. رفته رفته کوچه و خیابانهایی که در منطقه نفوذ این اشخاص بود. ماشین پاهاشان عوض شدند. بعد نوبت به چرخچی و سیگار و بساتنداز آن مناطق رسید که می بایست کوچ کنند و جای خود را به همشهری های وجیه الله بسپارند. جا به جا کردن سیگار فروشها که چارچرخه خود را بغل یکی از نابدان ها متمرکز کرده بودند خیلی به اشکال برخورد زیرا سیگار های وینستون را توی نابدان قایم می کردند و به هیچ قیمت حاضر نبودند سنگر خود را ترک گویند. خوشبختانه چون وجیه الله جذبه شخصی و حالت داشوار داشت و دست به تشرش خوب بود زیاد احتیاج پیدا نمیکرد که در این موارد از نفوذ همسرش استفاده کند یا کارت دبیرکل جهش را ارائه دهد البته از حق نباید گذشت که پشت گرمیش به او بود مدیر گاراژ اتوتوکیل که وزیه الله را موجب گرمی و کسب کار خود میدید خیلی به او احترام میگذاشت او را روی نیمکت دفترش می نشند، چای برایش خبر میکرد، سیگارش را آتش می زد و خلاصه مثل یک نوکر کمر بسته جلوش می ایستاد. و الله نخستین بار از این شخص تعم قدرت و تملق را چشید. دفتر اتوتوکیل طبق توصیه ملیه مرکز فعالیت انتخاباتی او شد. یان که اسمی از انتخابات ببرد. حرکات و حرفهایش شبیه به کسی بود که خود را کاندیدای بیبر و برگرد توکیلابات میداند گذشته از کارگوشایی های مرکز با خط کج و معوجش برای متنفذین و سرجنبانان محل نامه مینوشت. آنها را بر حسب شعنشان دوست عزیزم یا آلیجا عزت همراه خطاب می کرد. ملیه یک معلم آداب سرخانه برایش گرفته بود که او را در جریان مراسم و تشریفات و طرز سلوک و نشست و برخواست و دست دادن و برخورد در مجامع و ادارات و حتی تلفن کردن و نامنگاری بگذارد. این شخص که یک عضو مسن بازنشسته دولت بود و بعضی از کشورهای خارجه را نیز دیده بود. وظیفه آموزگاری خود را با دلسوزی و پشت کار انجام می داد. واقعه تازه و مشوش کننده ای که در خانه بولوار پیش آمده بود این بود که دو سه زن درست در مواقعی که ملیه و وجیه در خانه نبودند به تلفن کردن می پرداختند. زبیده گوشی بر می داشت از او سراغ آقای مستزادی را می گرفتند و چون جواب میداد نیستند شروع میکردند با او گرم گرفتن و درد دل کردن میگفتند ما خانم فلانی هستیم یک اسمی می بردند و دنبالی حرف را می گرفتند مثلا خب صبحید جون حال خودت چطوره؟ ما کجا میتونیم آقای مستزادی رو ببینیم؟ خوش به حال شما که با اون توی یه خونه هستیم یه پاچه آقا آدم جلو اون دستپاشو گم میکنه یکی از آنها یک روز گفت من حاضر بودم خدمتکاری ملیه خانم رو بکنم برای اینکه بتونم آقای مستزادی رو هر روز ببینم خلاصه همه آنها متفقا نسبت به وجیه الله اظهار عشق میکردند و حسرت زبیده را میخوردند که با او توی یک خانه زندگی میکنند و سرانجام از او میخواستند که با خانمش در این باره حرفی نزند. زبیده چون توی خانه تنها و بو بیکار بود. از این مکالمه های تلفنی بدش نمی آمد. به خصوص که آنها خانم های معدب و مهربانی بودند. کم کم برای آنها جنبه همدست پیدا کرده بود. هر روز در ساعتهای معین تلفن زنگ میزد و او میدوید گوشی را برمیداشت و صدای آشنا آن طرف سیم شروع میکرد از وجیه الله حرف زدن از او میخواستند برایشان تعریف کند آقای مستزادی توی خانه چه میکند چطور لباس میپوشد چطور ریش میتراشد کی میخوابد و چطور ورزش میکند وجیه الله عادت داشت که صبحا دمبلوازی کند و او کم و بیش به سؤالهای آنها جواب میداد اما بعضی سوال ها دست و پاگیر بودن مثلا سپیده جون راست شو بگو تو وقتی آقا رو میبینی دست پاچه نمیشی میل نمی که تو بغل اون بیفتی و چون اون میخندی رو جواب میداد نه میگفتن تو روغ میگی غیر ممکنه مگه تو زن نیستی مگه تو احساس نداری و بعد نتیجه گیری میکردن اینقدر دختر تو این شهر هستن که آرزو میکنن یه ساعت جای تو باشن اونجا که تو هستی سرقفلی داره زبیده نمیتوانست دریابد که آن خانم های محترم که معلوم بود جزء خوشگذرانها و پولدارهای شهر هستند چرا باید آنقدر برای وجیه بیتابی کنند؟ البته وجیه جوان خواستنی بود دلیلش هم این بود که خود خانم که ملیه باشد خیلی به او علاقه نشان میداد ولی دیگر نه به آن حد که آن خانمها برایش سر و دست بشکنند یک شب خواب دید که وجیه الله توی زیر زمین در حالی که هوا نه روشن بود و نه تاریک بازویش را گرفت و او توی بغل او وا رفت نتوانست مقاومتی بکند میخواست بگریزد نمیتوانست میخواست جیغ بکشد نمیتوانست آنگاه وجیه الله او را روی زمین نشاند پهلویش نشست و شروع به خنده کرد دندان های سفید است که سیبیل سیاهش برق میزد. بعد او را گرفت توی بغل خواست به او تجاوز کند که او فریادی زده از خواب پرید. توی بغل عرق کرده بود. از یک طرف وحشت زده بود و از طرف دیگر پشیمان شد که چرا از خواب بیدار شده. همه خانم هایی که تلفن می کردند دلشان می خواست به جای او باشند. چرا او چیزی را که آنها میخواستند نخواهد اگر خوابش را پشت تلفن برای آنها تعریف میکرد حتما به او تبریک میگفتند از عالم آن زنها درست سردر آورد ولی آنها را تختعه نمیکرد با خود میگفت اونا که پول دارند و لباسهای عالی میپوشند و از های عیونی هستند لابد بهتر از من میفهمند مرد شناستر از منند از نشانه هایی که گاهی میدادند دادند حدس می زد که از دوستان خانم باشند و به خانه آنها رفت و آمد کرده باشند. دو سه بار اتفاق افتاد که ناظر باشد که همان خانم ها به وجیه الله تلفن بکنند. حرفای آنها را نمی بشنود اما از قیافه بشاش و خنده های جوان می توانست حدس بزند که با اونیز همان حرفهای شیرین را میزنند. زبیده قافل بود که مکالمه با وجیه الله درست عکس مکالمه با او بود. گرچه مکالمه کلندگان همانش اشخاص بودند. با او از وجیه الله حرف میزدند و با وجیه الله از او میگفتند: آقای مستزادی ما شما رو ما شما انقدر می شناسیم. شما شما اونقدر سرگرمی دارید که سر به ما فرود نمیارید. ما کجا و اون دختر خانم کجا؟ شما چاهتون بلوی دریاست. چون او میپرسید کدوم دختر خانم میگفتند اختیار دارید خودتون رو به کوچه علی چپ نزنید مگه بیشتر از یک دختر خانم هست که گلوی شما پیشش گیر کرده باشه چون وجیه الله کند ذهن بود ناچار شدند برایش توضیح بدهند زبید مامانی لازم نیست هاشا بکنید اگه همچون لعبتی تو حالی بودم پیدا نمیشه این حرفها البته بی تأثیر نمیماند وجیه الله طبیعتی داشت که هر کس هر چه می گفت باورش می شد. نیست در عالم خیال دنبال یک معشوق می گشت. شبها به قصه های رادیو گوش می داد. تا قصه گوش نمی کرد خوابش نمی برد. گاهی گریهش می گرفت. دنبال معشوقی می گشت که شبیه به قهرمانان قصه ها باشد. جز وزیه الله کس دیگری دم دستش نبود. او در عالم خیال می دید. که از همه چیزش دست کشیده و دنبال او راه افتاده مگر توی یکی از قصه ها نبود که مردی که زن داشته بود عاشق دختری شده و دنبال او راه افتاده بود دیگر همه ی حرکات وزیه الله را با کنج کاوی مثلا صدای ریشترش برقی او که بلند میشد، گوش میکشید و پیش خود حساب می کرد حال اومد رو اومد رو چونش حالا کنار سیویلش لباس زیر و پیراهن وجیه الله را به محض آنکه میکند میبرد میشست از بوی عرقش خوشش میآمد میانداخت توی لگن تاید و آب گرم رویش میریخت تا خوب کف کند مشتمال میداد بار سه بار میشست با آن ور میرفت میکرد مثل برف بعد آب میکشید و میانداخت روی بند آسین های پیراهن وجیه الله که روی بند دراز میشد از تماشایش کیف می برد مثل آنکه خودش باشد که دستهایش را آویخته باشد لباسهای خانم را هل هلکی می شست و می گذاشت کنار برای اینکه بتواند با دل راحت و فرصت بپردازد به کار وجیه الله موقع رخت شویی گاه به گاه به بازوی برهنه نرم گردش که مثل آن بود که خراتی کرده باشند نگاه می کرد. خانم ودایی در تعریف بازوهایش گفته بود مثل که خراتی کرده باشم. صبحا که وزی پشت راملر می نشست سردر می گردند عقب, عقب از گاراژ بیرون می زد برای او لحظه پرهیجانی بود. دم گاراژ می ایستاد و به او فرمان میداد سر اتومبیل که توی کوچه راست میشد او پا روی گاز میگذاشت و دور میشد چنان به نظر زبیده مهم میآمد آمد که مثل آنکه خود او مخترع اتومبیل بوده و الله پاهایش قوز داشت و کفش را کج می کرد یک روز که کفشش را برده بود واکس بزند واکسی سر کوچه گفته بود این آقا باش کجه و او بهش برخورده بود و با او دعوا کرده بود پای خودت کجه اگه بلد واکس بزنی چرا عیب روی پای مردم میذاری دیگه من کفش پیش تو نمیارم و خواسته بود همان کفش ها را نیمه کار پس بگیرد مرد دست پاچه شده و عذر خواهی کرده بود تلفن ها کمتر شد ولی باز هم ادامه داشت زبیده به خود اجازه نمیداد که پشت تلفن کلمات عاشقانه بر زبان بیاورد اما همان اندازه که دل به دل آنها میداد فهمیدند که چیزیش می شود. معلوم بود که وزیح الله با خود مجاهدتی می کند تا با زبیده تنها نماند. حتی فکر او را به خود راه ندهد. چه فکر به خود راه دادن همان بود و دستخوش وسوسه شدن همان. به خصوص صبح ها که میخواست اتومبیل را از گاراژ بیرون برد لحظه بحرانی بود زبیده به او لبخند میزد به حالت والع نگاه میکرد نگاه آهووار دخترهای دهاتی که هم حالت رمندگی در آن است و هم خواهش و دعوت وجیه الله توی دلش لا اله الا الله میگفته دور میشد در یکی از مهمانی هایی که پیش آمد قدم ودایی توی نخ وجیه الله و زبیده رفت با شیطنت و شم خاصی که در این امور داشت حس کرد که چیزی بین آنها تغییر کرده اول به وجیه الله نزدیک شد گفت آقای ما حالتون چطوره؟ بعد خودش جواب داد چرا بعد باشه؟ داشتن زنی مثل ملیه خانم و کتبری مثل زوبیده چه بهتر از این؟ وجیه الله خندید و حرفی نزد بعد زوبیده را صدا کرد و گفت بعد تو دیگه بزرگ شدی جز خانمان شدی الان با آقای مستزادی حرفت بود همه تو رو دوست دارم بعد با نوک انگشت تلنگری به پستانش زد زبیده از شرمگینی نگاهش را خواباند وزیه الله باز هم خندید و حرفی نزد سکوت این دو برای خانم ودایی معنیدار بود در اینجا خوب است به واقع ای اشاره شود که در مسیر زندگی خانوادگی ملیه تغییری حادث کرد اتفاق به خودی خود کم اهمیت بود ولی مانند بسیاری از اتفاقهای کوچک توانست منشأ تحول مهم می گردد. درست مانند درجه صدم که فی حد ذات بیقابلیت است ولی آبی را که مهیای جوش آمدن است به جوش می اندازد. قضیه این بود که بیستم اسفند می بایست نخستین شعبه کلوب در موشک این شهر به تازگی اسمش را عوض کرده بود که شهر پیشاهنگ لقب گرفته بود افتتاح گردد. هیئت مدیره جهش تصمیم داشت که پیش از آنکه که پرشی ها به این فکر بیفتند شعبه های در ولایات باز کند. در واقع درخواست از ولایات برای افتتاح شعبه به قدری زیاد بود که اگر آنها دیر می جنبیدند کلوب رقیبشان جایشان را می گرفت. حتی ممکن بود کلوب جدید و تأسیس یورش که هنوز موجودیت خود را در مرکز اعلام نکرده بود دور بزند و با یک حمله گازنبوری اول ولایت را تسخیر کند. طبق گزارش مهرمانه ای که دستگاه میترا یعنی سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات کلوب به ملیه داده بود سیاست کلوب اقتضا می کرد که شهر مشکابات به عنوان پیشاهنگ انتخاب گردد زیرا بانوان این شهر به اندازه ای در اتش تجدد می و به اندازه ای برای عرض اندام بالو پر میزدند و استعداد نهفته از خود بروز می دادند که با مردان یخلا و بیحال آن سرزمین تعارض گیج کننده ای ایجاد می کردند. مثلا در بین آنها کسانی بودند که شهامت آن را داشته باشند که با داشتن پنج بچه از شوهر خود طلاق بگیرند و زن مرد گردن کلوفتر و پولدارتری بشوند. برای اینکه تفاوت بین زن و مرد در این شهر عجیب روشن شود کافی بود که کسی برود جلو یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه به ایستد و این دو را هنگامی که تعطیل می شوند با یکدیگر مقایسه کند. پسرها همه مفینه، زردنبو، بدلباس، چرکین، تو سر خورده، با ناخونهای بلند و سرهای با ماشین دو زده شده و چشمهای قی کرده در عوض دخترها همه زیبا و سرحال و خوش لباس و لوند و زرک کرده و با بازیگوش کیف زیر بغل زده اما نه کیف مدرسه بلکه کیف محتوی لوازم آرایش و همین کیف به تنهایی از تمام هیکل برادرشان بیشتر ارزش داشت چنین می نمود که مادرها ابدا به اولاد زکور خود نمی پرداختند. حتی به زحمت آنها را جزو فرزند حساب می کردند. شهری بود که در آن نسل پسر داشت منقرض می شد و برعکس استعداد عجیب برای پرورش دختر در خود داشت. مادرها که تا پنجاه سالگی خود را جوان حساب می کردند جانشین واقعی و روشن نگه دارنده ی اجاق خانواده را فقط دخترهایشان می دانستند. بر اثر این طرز تفکر پسر و دختری که از یک مادر بودند مثل بچه سیغه و عقلی با آنها رفتار می شد. بنابراین به آسانی می شود تصور کرد که آباد چه جولانگاه وسیعی برای فعالیت و تبلیغات جهش بود و چه بجا آن را عنوان پیشاهنگ انتخاب کرده بودند. شعبه این شهر چه از جهت اینکه اولین شعبه ولایتی جهش بود و چه از جهت اهمیتی که خود موشک داشت میبایست به دست شخص دبیر کل گشوده شود. به این حساب مقدمات سفر ملیه فراهم گشت. در این سفر قرار بود مچول ستارل ایوبی قائم مقام و لوسی منتشایی مسئول تشکیلات و میترا ابوالبرکات مسئول دستگاه اطلاعاتی و آفاق ترمازاده مسئول تبلیغات سمعی و بسری دبیر کل را همراهی کنند. سفر با رفت و آمدش و برنامه سنگینی که تنظیم شده بود نمی توانست کمتر از پنج روز طول بکشد. ملیه میل نداشت وزیه الله را در این سفر با خود ببرد چه وجود یک مرد در میان هیئت آنها که همه از زن تشکیل می شد و برای افتتاح یک کلوب زنانه می رفت صورت خوشی نداشت از طرف دیگر دلش نمیخواست وجیه الله در قیاب او در پایتخت بماند پس نشست و نقشه ای کشید و آن این بود که در مدت این پنج روز وجیه الله را به زادگاه خود توکیلابات روانه کند که هم فال باشد و هم تماشا هم از پایتخت دور باشد و هم قسمتی از برنامه انتخاباتی خود را به مرحله اجرا بگذارد خودی در محل نشان دهد و تماسهای لازم را بگیرد. ترتیب کار را همطوری داد که ورود وزیح الله به محل مقارن شود با توضیع چند کامیون آرد از طرف کاره و کلنگ زدن یک باشگاه تفریحات سالم و مراسم افتتاح یک حوز و فواره در فلکه شهر. صبح نوزدهم اسفند ملیه و همراهانش به طرف موشکاباد به راه افتادند و وجیه الله نیست که میبایست آقای رواقی محزردار عنوان مشیر و مشاور همراهش باشد به سوی توکیلاباد حرکت کرد وجیه الله سفر خود را به دوستان توکیلابادیش اطلاع داده بود تا زمینی ورودش را با آب و تاب چیده از او استقبال پرشور بکنند خبر در توکیلاباد پیشی. که آقای مستزادی می آید. از قضا آقای شیدایی وکیل وقت توکیلاباد نیز به منظور شرکت در کلنگ زدن و افتتاح فواره به حوزه انتخابیه خود رفته بود. شیدایی از شنیدن خبر آمدن وجیه الله نگران شد و چون میدانست که با رقیب گردن کلوفتی روبروست پیش خود حساب کرد که اگر گربه را سر سفره سر نبرد فاتحه تجدید انتخاباتش خوانده است بنابراین داد دار و دسته خود را که همه داشها و باج بگیرها و چوبدارها و عرقه های محل بودند جمع کردند و بدین گونه در صدد استقبال جانانه ای از وجیه الله برآمد. به این ترتیب ورود وجیه الله به محل روبرو شد با تجمع دو دسته متخاصم یکی طرفدارها و سنگ به سین زنهای او یعنی کسانی که برادرها یا پدرها یا پسرهاشان به نحوی از انها در پایتخت مورد مرد احسان او قرار گرفته بودند و دیگری عمله و اکره آقای شیدایی منظری عجیبی بود در حالی که هواخواهان وجیه الله با گاو و گوسفند و عکس بزرگ او که سر چوب پیشاپیش آنها حرکت می کرد بوغ و دهل زنان به پیشواز می شتافتند دارو دسته آقای شیدایی به تعداد کمتر ولی تجهیزات بیشتر عربد کشان و مرد بادگویان از راه دیگر جلو می آمدند. چلوارهایی که بر سر چوب کرده و بر آنها نوشته بودند مستزادی گو هوم یا شیدایی بله مستزادی نه یا ما وکیل کل پز نمیخواهیم و نزاگر اینها دو دسته معارض درست در همان موقع که اتومبیل وجیه الله و آقای رواقی در جلو میدان پیدا شد در میدان بزرگ شهر به هم رسیدند منتها زرنگی که آقای شیدایی به خرج داد آن بود که دار و دسته خود را یک دقیقه زودتر به میدان برساند و بدین گونه بتواند بین وجیه الله و طرفدارانش صدی ایجاد کند یکی از هواداران وجیه الله چهار پایه ای گذاشت زیر پا رفت بالای آن و خواست نطخ بکند به محض آنکه گفت هم شهری ها و یا محترم دار و دسته شیدایی شروع کردند به دم گرفتن و شعار دادن مستزادی گورتو گام کن مستزادی دومتو رو کولت بگذار و همراه شعار با چوب میکوبیدند توی بادیه و لگن مسی که با خود آورده بودند به طوری که صدای ناطق بیچاره ابدا شنیده نمیشد گاب و گوسفند هایی را که برای قربانی جلو پای وجیه الله آورده بودند مانده بودند معطل و قصاب ها چاقو به دست پا به پا میکردند وزیه الله که در بیکلگی دست کمی از شیدایی نداشت خواست خودش را بیندازد وسط جمعیت و به شیداییها ها حمله کند ولی آقای رواقی جلوش را گرفت و گفت مگه دیوونه شدی؟ داری پا به بخت خودت میزنی؟ اینو از خدا میخوان که به هم ریختگی بشه و خون را بیفته و کاندیداتوری تو رو در نطفه خفه کنند؟ وزیه الله پا عقب کشید مستقبلین آن طرف میدان بلا تکلیف مانده بودند نمیدانستند جواب زور را با زور بدهند یا منتظر بمانند که آقای مستزادی دستوری صادر کند اما چون راه عبور برای آقای مستزادی سد شده بود نمی توانست به آنها بپیوندد و دستور بدهد صدای مسکوبیدن و قیه کشیدن تمام میدان را روی سر نهاده بود وجیه الله که دیگر طاقتش تاق شده بود ناگهان کتش را کند خود را انداخت جلو و خواست حلقه محاصره را بشکند و راهی به طرف هوادارانش بگشاید اما دو جوان گردن کلفت او را از پشت سر گرفتند همان دم ها که دنبال بهانه میگشتند چوب و داس و آهن پاره و زنجیر از زیر دامنهایشان بیرون آوردند و حمله کردند به طرف جمعیت مقابل. باران سیب زمینی پخته و شلغم بود که به طرف اتومبیل وجیه الله می بارید. مستقبلین وجیه الله که منتظر چنین حمله ای نبودند و چشمشان به اسلحه سرد افتاد یا حضرت عباس گویان پا به فرار نهادند. گاو و ها هم به دنبال آنها راه افتادند. محشر کبرایی شده بود. چون خیابان‌های های توکیلاوات هنوز آسفالت نشده بود گرد و خاک عجیبی به هوا بلند شد به طوری که چشم چشم را نمیدید. در یک آن همه طرفداران وجیه الله پراکنده شدند مقداری کفش و گیوه به جا مانده بود شیداییها عکس وجیه الله را تکه تکه کردند رواقی چون این منظره را دید شروع کرد به التماس کردند آقایونا ما همی الان پر می کردیم آخو ما مهمون شما هستیم اکرم و ولو کانه کافرا همی الان و چون دید دست بردار نیستند و میخواهند اتومبیلش را وارونه کنند و آتش بزنند آنها را به سر جدش قسم داد و برای آنکه ثابت کند سید است دست مال سبزی از جیبش بیرون آورد ولی دو جوان قلچماق که وجیه الله را از پا درآورده بودند گوششان به این حرفا بدهکار نبود میخواستند کتش را ببندند و وارونه سوار الاغش کنند کلاه کاغذی سرش بگذارند و از شهر بیرونش کنند سرانجام رواقی تدبیری به خاطرش رسید کیف پولش را بیرون آورد و محتوای آن را جلو آن دو جوان که نفس نفس میزدند و خون جلو چشمشان را گرفته بود خالی کرد. دو جوان به این هیل رام شدند و رضایت دادند که از قضیه صرف نظر کنند به شرط آنکه آنها بی معطلی برگردند. رباقی از آنها تشکر کرد و گفت فقط دم پمپ بنزین توکیلاباد بنزین می گیریم. بنزین گرفتند و تمام شب کوفتند و صبح دوباره به پایتخت رسیدم با این پیش آمد غیر منتظره الله سفر پنج روزه خود را در یک شبانه روز خلاصه کرد. شکست اولین سفر انتخاباتی وزیح الله معلول این امر بود که ملیه ششتانگ حواسش پیش شعب باز کردن در مشکابات بود و فرصت نکرده بود چنانکه که باید مقدمات سفر شوهرش را فراهم کند و پیشبینی های لازم به خرج دهد. صبح زود زبیده تازه از خواب برخواسته بود که وجیه الله دست از پاد درازتر پشت در گاراژ شروع کرد به بوغ زدن. دختر در را باز کرد و بیان که توجه کند که آقای رواقی هم توی اتومبیل است مثل زنی که از شوهرش استقبال کند بریاد زد شما به این زودی برگشتید؟ چه خوب زبیده در مغز کودکانی خود حساب میکرد که وجه الله دوری او را طاقت نیاورده و سفر خود را کوتاه کرده در حالی که کاندیدای توکیلاباد از اوقات تلخی کاردش میزدید خونش در نمی آمد او خوشحال بود که یک نفر در این دنیا پیدا شده که به خاطر او کار و زندگیش را ول کرده پشت پا به همه چیز بزند و او را بگیرد. وقایع بعدی نشان داد که حادثه توکیلاباد به نفع دو نفر تمام شد. یکی آقای شیدایی و دیگر خانم خوشمرام. شاید کسانی بپرسند که خانم خوشمرام که توی خانهش نشسته بود و از سیاست مانند قول از بسم الله فرار می کرد و اسم انتخابات و این بازی ها را نمی شد پیشش برد. چطور در اینجا با آقای شیدایی اشتراک منفعت پیدا کرد؟ چه بهره می توانست از میتینگ توکیلاباد و باخت وجیه الله آیدش شود؟ اندکی بعدتر خواهیم دانست. رواقی آن روز صبح توی خانه وجیه الله صبحانه خورد و یک راز تاکسی گرفت و رفت خانه بخوابد. از خستگی و هودی که کرده بود نای محضر رفتن نداشت. وجیه الله مان توی خانه و با آشپز و زبیده نسبت به انتخابات و گاراژ اتوتوکیل و سیاست بازی دلزدگی شدیدی احساس می کرد. چون خسته بود دماغ بود تا بعد از ظهر خوابید. بعد از ظهر برخاست و نهار خورد و دوباره خوابید. همه دوستانش و دوستان ملیه او را در توکیل آباد تصور می کردند و به این حساب هیچ کس سراغ تلفنی هم از او نگرفت. ملیه درست در زمانی که نخستین شعبه کلوب را می گشود، نطخ می کرد، دست میداد لبخند میزد، تابلو هوا می کرد، ها به او لقب همشهری میدادند و می که شوهرش نیز در همان زمان در توکیلاباد، مثل او مشغول نطخ کردن و دست دادن و لبخند زدن است، قافل بود که وجیه الله فکر وکالت را مانند کفش تنگی از پا بدر کرده و خور خور مشغول خواب کردن است. ملیه از یک چیز دیگر هم قافل بود. با همه زرنگی و گوش به که داشت و گرچه تصور میکرد که نبز شهر توی دستش است و هر خبری هر جا باشد اول به خبردان او میرسد و دستگاه اطلاعات و ضد اطلاعات میترا با رادارها و آنتنهایی که دارد تخم مبهم و مجهول را برای او از روی زمین برانداخته از توتعه ای که در دو قدمی او در خانه شخصی او در شرف تکوین بود بیخبر بود نمیدانست مانند موشی که کشتی نوح را سوراخ کرد کشتی زندگی او نیز که با تفرعون و خرامان خرامان بر پای طوفان زده میرفت دارد از زیر سوراخ می شود مندا نوح که کمتر از او غرور داشت به موقع خبردار شد و گربه ای برای خود دست و پا کرد اما او نه حتی میترای چشم زاق که رئیس اطلاعاتش بود نتوانست روز مبادا برای او رول یک گربه بیقابلیت را بازی کند از این رو در همان شب کذا شبی که او جام به جام موشکابادی ها میزد و آنها را خواهران پیش رو به خود میخواند آنچه نمی بایست بشود شد موش فرصت یافت و تا او در موشکاباد بود دست به کار شد و الله حدود ساعت هشت بعد از ظهر از خواب بیدار شد ریش خود را که دو روز بود نتراشیده بود تراشید دوشی گرفت و تر و تازه شد. خستگی از تنش رفته بود. آشپز را فرستاد که یک بطر قزوینیکا و یک بسته سیگار زر بگیرد. وقتی ملیه نزد او بود پنهانی عرق میخورد. آن شب میخواست فرصتی قنیمت بشمارد و مشروب سیری بخورد. ملیه میکوشید که عرق خوردن را از سرش بیاندازد. از این رو به جای عرق ویسکی و جین و گاهی نیز ودکا لایم به او مینوشاند ولی هیچ یک از آنها به دهن وجیه الله مزه نمیکرد لولش نمیکرد آن شب به همراه عدس پلو خوبی که تهیه شده بود دلی از ازای مشروب درآورد واقعی توکیدابا تقریبا فراموشش شد آشپز طبق معمول ساعت نه خداحافظی کرد و رفت عادتش این بود که شبها میرفت پیش زن و بچهاش وجیه الله لحظه ای دو دل ماند خواست صدایش کند و از او بخواهد که آن شب را توی خانه بخوابد جرأت نمی کرد با زبیده تنها بماند از خودش اطمینان نداشت ولی آشپز عجله کرد و تا او آمد مطلب را در ذهن کندش زیر و رو کند و از در بیرون رفته بود بطری به اواخرش رسیده بود و سیگار زر لای انگشتهایش دود میکرد. تلویزیون یک فیلم بزن بزن جانانه نشان میداد. زبید اجازه داشت که هر وقت تلویزیون فیلم نشان میداد بیاید توی اتاق. آن شب بزک ملایه می کرده بود چون شام تمام شد آمد جلو که سفره برچیند. وقتی خم شد و هر وقت تنها بود روی زمین غذا می خورد. پستانهایش به جلو جمع شدند مثل اینکه سرک بکشند. قلبش به شدت میزد و این ضربان چون جزر و مد نامحسوسی سینهش را بالا و پایین می برد. هیچ وقت وجودش آنقدر تپنده نبود. و الله که از تأثیر الکل رگهای سرخ توی چشمهایش دویده بود. پرسید زابده شام تو خوردی؟ و او جواب داد امشب سیرم شام نمیخورم. دست به استکان خالی عرق برد و گفت بردارم؟ وجیه الله خندید و جواب داد ای خودت میخوای یه زر بچش دختر گفت ابا خاک بگورم من از این چیزا نمیخورم وجیه الله که شوخیش گرفته بود اصرار کرد و توی همان استکان خودش قدری ریخت و به دستش داد یک قاشق هم زد زیر ماست و در دست دیگر گرفت و گفت بند از بالا باش میبینی که چیز خوبیه آبا حیاته زبیده توی مهمانی ویسکی چشیده بود ولی هنوز نمیدانست عرق چه مزه دارد. هم کنج کاویش گل کرده بود هم نخواست دست وجیه الله را رد کند. همانطور که پپسی می‌خورم یک قلوب سر کشید. سرفهاش گرفت و اخم زیبایی بر چهره نقش بست. وجیه الله قاشق ماست را به طرف دهنش برد و گفت اینه بخار خوب میشه. دختر که تمام حلقش آتش گرفته بود بی اختیار دهنش را جلو آورد و ماست را با دست پاچگی خورد چشمهایش اشک افتاده بود و زیالله قاشق دیگری توی ماست زد و به طرف دهانش برد دختر همانطور که سر سفره زانو زده بود مثل جوجه کبوتر منقارش را جلو آورد و آن را در دهان جا داد یک قطر ماست روی زانویش شکید و پهن شد و الله دست مال از توی جیب در و روی آن مالیف که پاک شود. دستش به رانش خورده. بیاد خانم ودایی افتاد که گفته بود زبیده خیلی خوشگوشته. بدن نرم و لطیف، صاف، با فنریتی مثل بالش، گفتی همان تهستکان عرق، آنن در وجودش پخ شده بود، مشتعل شده بود، سر و پایش را داغ کرده بود. زانویش زیر انگشت وجیه الله به طرز تکان دهنده ای گرم و برف آمد. گناه گلنداختش رنگ بد می داشت و می گذاشت. بی اختیار دست وجیه الله به سینهش رفت. مثل کسی بود که آتش گرفته و چاره ندارد جز آنکه بپرد توی آب. او را کشید به طرف خود زبیده همان گونه که چندی پیش در خواب دیده بود توی بغلش وارفت مقاومت از اعضایش سلب شد لبهای ماستی دختر را که بوی عرق چاشنی مطبوعی به آن بخشیده بود گرفت زیر دهن عقده هر دوی آنها سر باز کرده بود چه هفته ها که در انتظار چنین لحظه ای بودند همان کنار سفره و جیه الله مانند چینه ای روی او خراب شد یک لحظه هم امانش نداد گفتی از توکیلابا تمام شب کوبیده و آمده بود تا این کار را بکند زبیده نفس نفس میزد خیس عرق شده بود چشمایش را از خجالت نمیخواست باز کند چند قطر خون از زیرش روی قالی افتاده بود و الله او را سر دست بلند کرد و آورد توی اتاق خواب و روی تخت خواب عروسیشان خوابانید دو تا کلینکس هم از کنار تخت خوابشان برداشت و به او داد تا خود را پاک کند. آن شب تا صبح تنگ بغل هم خوابیدند. سفره همانطور جمع نشده وسط اتاق منده بود. حتی چراغ اتاق نشی را هم خاموش نکرده بودند. چون آشپز معمولا ساعت هشت می آمد قبل از هشت پا شدند. و جهولا به عمرش یک چنین شبی نگذرانده بود. زبیده توی رخت خواب نشان داد که آنقدرش که روی زمین است ده آنقدرش زیر زمین است مثل یک زن کار دیده از او پذیرایی کرد وقتی بدن زبیده را با بدن ملیه مقایسه می کرد دود از سرش بلند میشد. شد می خواست قاه خواه بخندد و در این حال گریه کند این کجا و آن کجا تفاوت بین چشمه و مرداب بود همه دم و دستگاه و بروبیای ملیه، رامبلر آلبالوی و مرسدس دبیرکل، نطخ سمینار، موزه محله عربها، افتتاح شعبه، خانه بولوار، شهرت، همه و همه در برابر تازگی و تراوت بدن زبیده مسخره می نمود. همه را اگر در یک سر ترازو می و زبیده را لخت و پتی در سر دیگر، کفه دخترک دماوندی صد برابر سنگینی می کرد. دهن او را با دندانهای صدفی و بوی خوش و نفس تازه ای که داشت وقتی با دهن ملیه مقایسه می کرد که مانند امامزاده های متروک بوی کونه شم و روغن چراغ می داد از قدرت خدا که توانسته بود یکی را آنطور خلق کند و یکی را اینطور طور حیرتش میگرفت. سه روز به این صورت گذراندند وجیه الله پا از خانه بیرون نگذاشت. دوبار که آقای رواقی تلفن کرد گفت بگویند نیست. چندتا از توکیل آبادی ها نیست که پشت سر او به پایتخت آمده بودند و از گاراژ اوتو توکیل تلفن کردند حاضر نشد با آنها حرف بزند. روزها که آشپز توی خانه بود می بایست احتیاط کنند. ولی بعد از ظهر که آشپز می خوابید و نیز ساعتهایی را که میشد او را دنبال نخود سیاه فرستاد مجددا با زبیده خلوت می کرد. شبها هم که البته تکلیف معلوم بود وجیه الله عرقش را میخورد، آشپز را روانه می کرد و بلا فاصله می رفتم توی رخت خواب روز آخر زبیده به عقلش رسید که ملوفه ها را عوض کند جبه دستمال کاغذی بغل تخت خواب را هم که ته کشیده بود یکی عین آن خرید و به جایش گذاشت. روز پنجم هر دو ازا گرفته بودند که دوران عیش بی نظیرشان داشت به سر می رسید. غروب همان روز ملیه موفق و خندان از سفر پنج روزه خود بازگشت. در اتاق خواب هیچ تغییری دیده نمیشد. ملیه آن را همان گونه که قبل از سفر موشکاباد ترک گفته بود یافت. لیکن در قیافه وزیه الله و زبیده صفحه تازه ای گشوده شده بود که برای یک چشم تیزبین خواندنش خاندنش مشکل نبود. زنی چون ملیه که سنی از او گذشته و بزاعت بدنیش اندک بود نمی توانست نسبت به اکسال عملهای شوهرش حساس نباشد. بنابراین به همان محض ورود مانند سگی که بوی ناآشنایی در حوزه پاسبانی خود بشنود شم خاص زنانه به قلیان افتاد و الله با دست پاچگی و اختصار گزارش واقعی توکیلاباد را به او داد و برای پوشاندن گناه خود یعنی گناهی که با زبیده مرتکب شده بود قضیه ی توکیل را بزرگتر از آنچه بود وانمود کرد گفت اگه ما به چک نمیزدیم کشت و کشتار میشد شیده حاضر بود ده تا نش بیفته اما نظر ما پیاده بشیم ولی همین رو گفتم اگه گذاشته بودن که من به دوستان برسم حق شیدایی رو کف دستشون میذاشتم من برا دعوا حاضر بودم رواقی نزاشت ملیه با صرف سرتکان داد با این بیش آمد کار وجیه الله بدی میکرد کرد روحی یک طرفدارانش در توکیلا باز ضعیف می شد و شیدائی برعکس دل پیدا میکرد که سنگر بندی کند روز بعد صبح خیلی زود آقای رواقی آمد تا به نوبه خود ملیه را در جریان حادثه بگذارد با آب و تاب و قلوب شروع به تعریف کردن کرد او نیز به عنوان مشیر و مشار وجیه الله خود را در شکست توکیلابات مقصر می شه مرد و می خواست با بزرگ کردن قضیه قبه موضوع را کاهش دهد. گفت نمیدونی چه قیامتی شد. ما بعدها فهمیدیم که شیدایی تعدادی چریک مسلح پشت دیوار مخفی کرده بوده. همین پریروز دو سه تا از توکیلاباد اومده بودن پیش و می گفتن چند تا زن تیر کرده بود که کولی بازی را بندزن و بگن که توی دعوا بچه انداختن یه تابوت هم آورده بود که وقتی به هم ریختگی شد بده یه نعش قلابی بزرن توش و دور کوچه ها بگردونن و بگن مستزادی با دست خودش آدم کشته و بینه چه بلوایی برپا می شد خیال میکنی شیدایی از این کارا باک داره؟ دو سه بچه هم کشته میشد شده بود زنایی هستن که از خدا میخوان یه پولی بگیرن و بچه بندازن یه لگت خرجشه که بزنن توی شکم اونا رواقی البته همه ی این چیزها رو از خودش درآورده بود اما یک واقعیت غیر قابل انکار بود و آن این بود که شیدایی مزه وکالت پای دندانش رفته بود و به این آسانی ها دست بردار نبود. هیچ وقت در عمرش به اندازه مدتی که وکیل بود بهش خوش نگذشته بود جاهایی رفته بود غذاهایی خورده بود حرکاتی کرده بود که توی توکیل خوابش هم نمیدید یک بچه صغیر که پدر مرحومش پولدار بوده و قیم ریخت و پاش کنی هم دارد فکر کنید چقدر بهش خوش میگذرد او لازم نیست به فکر هیچ چیز باشد قیمش همه چیز برای او فراهم می کند. لوازم مدرسه و وسایل بازی، لباس گرد، دو چرخه، پول جیب، قبلمه غذاخوری، خوری، پیک نیک. خلاصه هر چیزی که بچه خوشش بیاید و بتواند فراموش کند که پدرش مرده. حتی از آن خوشحال باشد. چرا که اگر زنده بود او را آنطور آزاد نمیگذاشت که برود بازی کند و زندگی به این راحتی هم برایش فراهم نمی کرد. اگر از حق نگذریم آقای شیدایی حق داشت که نخواسته باشد جای گرم و نرم خود را به وزیه الله مستزادی بدهد و خودش برود از سرما کز کند مستزادی شب سمور بگذراند و اولب تنور مگر مستزادی خونش از خون او سرختر بود چه چیز او از او کمتر بود چه سابقه درخشانی او داشت که او نداشت چه کاری از دست او بر می آمد که از دست او بر نمی آمد فقط وجیه الله از یک جهت بر او سر بود و آن داشتن زنی چون ملیه کنگوری بود ولی برای آنکه ملیه کنگوری یک زن متنفظ عذاب در اومده بود می بایست او که شیدایی باشد نانش آجر شود از هستی ساقط گردد و کاسه گدایی دست بگیرد شیدایی عدم انتخاب مجدد خود را فاجعه ای نظیر کاسه گدایی می دانست. نه حالا که دستش به دم گاوی بند شده بود دست بردار نبود مگر که دستش را قطع می کردند تازه آن وقت هم با دست چپ دم گاو را می چسبید و اگر آن را هم می بریدند با دندان و اگر دندانهایش را هم می کشیدند دوم گاو را به دور گردنش میپیچید خلاصه آنقدر سماجت به خرج میداد که گاودارها از رو بروند و بگویند ای وله شیدایی شیدایی کسی نیست که بشود کنارش گذاشت شیدایی کم آدمی نیست بازگشت ملیه از سفر موشکاباد با ترکم شدید کارها مصادف گشت قیبت پنج روزه او از مرکز و نزدیک شدن پایان سال فقط پنج روز به عید مانده بود. دست به دست هم دادند و موجب شدند که چون او روز بعد به کلوب برود در برابر انبوهی از مسائل فوری و مهم قرار گیرد. اول از همه دکتر سین آسیه امیالی که در قیاب دبیر کل و قائم مقامش سمت معاونت داشت وارد دفتر او گردید و گزارش پنج روزه کارها را که خیلی تمیز ماشین شده بود روی میزش نهاد. ملیه نگاهی به آن انداخت و از حسن جریان امور در غیبت خود اظهار رضایت کرد. بعد از او جیران چوب پنبچی سرپرس دبیرخانه نامه وارده را نزد او آورد و ملیه بعضی از آنها را خودش باز کرد و بعضی دیگر را به جیران دستور داد که باز کند و بخواند. برخی از نامه که به انگلیسی یا فرانسه نوشته شده بود میبایست شراره منجیلپور و لوسی منتشایی کلمه به کلمه ترجمه کنند و از سر فرصت مفادش را به عرض دبیرکل برسانند آنگاه آفاق ترمزاده سرپرست روابط عمومی مطبوعات پنج روزه را آورد مطالبی که مربوط به زندگی خصوصی ملیه بود با قلم آبی دورش خط کشیده شده بود مطالبی که مربوط به امور کلوب بود و جنبه عمومی داشت با قلم قرمز پشت سر او فخر و سادات کامجو خزاندار کل وارد شد و موجودی صندوق را تا آن روز و صورت مطالبات و دیون کلوب را جلو او نهاد بعد هنگامه ندیم حضرت مسئول سازمان مسافرت ها و شراره منجیل پور سرپرست روابط بین الملل متفقا به دیدار او آمدند. منظورشان آن بود که درباره چند دعوتی که از طرف مجامع فرهنگی خارجی برای شرکت در کنفرانس ها به عمل آمده بود مذاکره کنند و از دبیر کل بخواهند تا نمایندگان کلوب را تعیین کند. هنگامی ندیم حضرت که اداره امور سینما ها را بر عهده داشت فرصت را قنیمت شمرد و راجع به یک سمپوزیوم و یک کنگره که میبایست در بهار آینده تشکیل گردد گفتگو کرد. ملیه محل انعقاد سمپوزیوم را احواز قرار داد که در گردش عید آب و هوای مطلوب و مناسبی داشت. بعد از آنها نوبت به آزیتا ارمکچیان مطلق مشاور برنامه ریزی و پیاده کردن رسید وی نقشه ماکت ساختمان جدید کلوب را برای تصویب نزد دبیر کل آورده بود این ساختمان که از هر حیث متناسب با اون جهش بود در زمینی به مساحت سی هزار متر بنا گردید و میبایست دارای تمام وسایل مدرن باشد از قبیل استخر سرپوشیده سالن ژیمناستیک و پل معلق روی استخر و درایوین سینما و آرایشگاه و آشپزخانه تمام اتوماتیک نمونه و حمام سونا برای رژیم لاغری و غیره یکی از آرشیتکت های عالی مقام شهر که شهرت بین داشت نقشه و ماکت آن را افتخاری تهیه کرده بود جهش البته نمی بیش از آن صبر کند و در نهضت ساختمانی شرکت نجوید جهش نمی به معنی قابل لمس کلمه جهش باشد مگر اینکه را با سنگ و آهک و آلمینیوم نشان دهد بعد از اینها میترا وارد میشه مسئول اطلاعات و تبلیغات و استدلالهایی میکنه در مورد اینکه باید کلوب خیلی تبلیغ کنه خیلی طولانی بنده حذفش کردم آنگاه میترا برای مثال از عده اسم برد که پولشان از پارو بالا میرفت و با متعلقات دنیوی رابطه عاشق و معشوق داشتند عده از آنها فعودال های سابق بودند که هنوز کند و بخو توی زیرزمین زمین خانشان بود و آفتابه به تخم رعیت هاشان میبسته بودند و همه آنها درویش شده بودند. میترا گفت این حضرات دست مهتر نسیم ایار را از پشت بستند. ملیه لبخندی زد و گفت حرفی ندارم. جوابش همین دو کلمه بود. میترا نفس راحتی کشید دوسی اش را برداشت و از در بیرون رفت تا مقدمات سیر و سلوک دبیر کل را فراهم کند دبیر کل برای اینکه مشهور بشه میخواد درویشم بشه برای اجرای نقشه میبایست نخست فرقه ای را انتخاب کرد و سپس کسی را در نظر گرفت که با آب و تاب هر چه تمام تر واسطه ورود خانم دبیر کل به عالم سیر و سلوک شود میترا برای این امر به مطالعه دامنداری دست زد فرقه ای که پس از تحقیقات محرمانه نظرش را جلب کرد فرقه آبدیه بود که مدرن ترین فرقه ها به شمار می رفت و شخصیت ممتازی چون فانیزاده در رأس آن قرار داشت برای آنکه آقای فانیزاده را بهتر بشناسیم باید بگوییم که بین مقام دینی و دنیوی و مرجعیت غیرقابل انکاری داشت و هنوز که هنوز بود با آنکه به افتخار بازنشستگی نائل شده بود لاقل ماهی ده دوازده هزار تومان حقوق از جاهای مختلف برای خود دست و پا می کرد. این آقای فانیزاده دارای کشف و کراماتی بود که قصه های ابراهیم ادهم و ابی سعید ابل خیر در برابر آن پرید رنگ می نمود. مکنونات قلبی اشخاص را می خاند. آب دهنش شفا بود، همیشه قدری نبات توی جیبش بود که به مریدهای دردمندش می قرند. دست روی پیشانی تبدار می گذاشت و تب آنن جای خود را به گرمی مطبوع مکیفی میداد. اگر سرجاده روی آب نمیانداخت و سوار شیر نمی شد برای آن بود که این نوع حرکات دیگر با اصر فضا و یخ شکن اتمی تناسب نداشت مردم طالب کرامت های تازه بودند مثلا پیش بینی میکرد که در سال جاری جنگ ویتنام شدید می شود همینطور هم میشد در دادن جواب های دو پهلو ید طولایی داشت اگر میپرسیدم آقا امسال بارندگی میشه؟ آقا جواب میداد اگر اون رو بخواید نمیشه شما نخواید خودش میشه و منظورش از این جواب دعوت به تسلیم و توکل بود چون از او چیزی میخواستند یا میپرسیدند میگفت هرچه شما بخواید نمیشه هرچه خدا بخواد میشه اندرزش به مریدهایش این بود تن رها کن تا نخواهی پیرهن یا آب کمجو و تشنگی آورد به دست تا بجوشد آب از بالا و پست و به نحو زمنی نتیجهگیری میکرد که خودش که به همه چیز رسیده برای آن بوده که نخواسته خدا آنها را به پاداش ترک و بی نیازیش به او داده و البته هرچه از طرف حق میآمد آمد قدمش روی چشم بود ولو مسندهای مظلم آمیز و ماهی چند هزار تومان درآمد از کیسه یک ملت فقیر باشد بنابراین چه گذشت ببینیم که آقای پانیزاده برای کسانی که محتاج به فقر و فنا بودند چه سرمشق و پیشوای زی قیمتی بود آنان اگر جای پای او میگذاشتند میتوانستند در لباس فقر کار اهل دولت بکنند و به ریش همه یک لاغبه ها و پا ها که قلبشان به نور ارفان روشن نشده بود بخندند. جیهون مقاطع کار یکی از مریدهای پر و پا قرص آقای فانیزاده بود و در نظر میترا چه کسی بهتر از او برای آنکه دست ملیه را بگیرد و او را در جمع هدایت شدگان فرقه آبدی وارد کند بنابراین میترا با جیهون تماس گرفت و موضوع را با او در میان نهاد جیهون خوشحال و خندان جواب داد بابا کی بهتر از ایشون من به دلم برات شده بود که ملی خانم به زودی اشراق خواهد شد و علاوه برای کلوب شما این موضوع حیاتیه که رئیسش از ما باشه چش من با آقا صحبت میکنم و اگر اجازه فرمودن وقت میگیرم که یه روز بریم دستبوسشون سه روز بعد جیهون با تلفن میترا را به خانه خود خواند و موافقت آقا را به اطلاع او رسانید روزی را نیز معین کرده بودند که به حضور او مشرف شوند روز موعود جیهون به منزل ملیه رفت و برای آنکه او تنها نباشد خواهرش را نیز که درویش و جزو همان فرقه بود با خود برد سه نفری به طرف خانقاه آقا به راه افتادند خانقاه یکی از خانه های شخصی آقای فانیزاده بود که گاهی در آن و گاهی در خانه دیگرش به سر می برد. چون قدم به خانه نهادند، جیهون آهسته به ملیه گفت باید دست آقا رو بوسید ملیه به راهنمایی خواهر جیهون چادر نازک سیاهی روی سرش انداخته بود. از همون دم راه رو منظره کشکول و منتشاها و چاروخ و شبکلاها و تبرزین هایی که بر دیوار آویخته بودند پدیدار شد. پیش خدمت مبقری که کلاه ترک ترک درویشی به سر و خرقه درویشی به تنش بود یا که حرفی بزند به درون سرسرا راهنماییشان کرد. چند لحظه آنها را در آنجا نگاه داشت و به اشاره فهماند که آقا مشغول اوراد هستند. سکوت سر و پای خانه را گرفته بود آنها نیز به احترام آن سکوت نفسهایشان را در سینه حبس کرده بودند حالت مرعوب کننده و روحانی بود پس از دقیقه ای همون پیش خدمت در اتاق را آهسته باز کرد و نگاهی به درون آن انداخت آنگاه برگشت و به اشاره فهماند که می توانند وارد شوند اول خواهر جیهون بعد ملیه و پشت سر آنها جیهون پا به درون اتاق نهادند. ملیه نظرش را به صدر اتاق که جایگاه مرشد بود و سپس به اطراف انداخت. نگاهان صدای تلپ پیامد نگاه کردید که خواهر جیهون روی قدوم آقا افتاده آقای فانیزات او را بلند کرد و مورد نوازش قرار داد. جیهون نیز جلو رفت. و بر زانوهای او بوسه زد. بعد از آن دو ملیه پا پیش نهاد، آقا اشاره کرد که بنشیند و هر سه آنها روی زمین نشستند. خودش روی توشکچه پرقوی نشسته بود. پشت سرش چند متکا قرار داشت. عبای شکری رنگی از پشم شطور بر تنش بود. زیر عبا پیراهن کتان بلند سفیدی پوشیده بود. با جیهون و خواهرش چند کلمه حرف زد. هر کلمه که می گفت جیهون سر فرود می آورد و بیان که جوابی بدهد تصدیق می کرد. خواهر جیهون معلوم بود که از زیر چادر محو جمال آقا است. صورت سرخ و سفید تازه تراشیده شده، سیبیل درشت، چشم های ریز نافذی که زیر عینک سفید سوسو می زد و شبکلاه ترکعی همه آنها هیبت و جازبه ای به آقا می بخشید. کمی پا به پا شد و پاهای سفید و چاق برهنه اش تا نزدیک ساق از زیر پیراهن بیرون افتاد. رو به ملیه کرد و گفت ببخشید خانم لباس من کفنه. من از همین حالا کفن پوشیدم. باید همیشه آماده ی رفتن بود. این دنیا چه اعتباری داره؟ خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. ملیه نیز به تقلید جیهون بیان که جوابی بدهد حرف او را با اشاره سر تصدیق کرد. جیهون سرانجام به خود جرأت داده به زبان آمد و گفت خانم ملیه کنگوری از دوستان حقیر رئیس کلوب جهش هستند از بانوان بسیار متعین و متقی شهر هستند میخوان ارشاد بشن رستگار بشن توقع دارن که دستشون رو بگیرن که در راه راست قدم بذارن آقا چند بار سرش را تکان داد دست به سویلش کشید و گفت خدا دست همه رو بگیره من کی باشم که دست کسی مثل خودم رو بگیرم از کجا که من خودم را تر از این زن نباشم جهون گفت اختیار دارید آقا لحظه سکوت برقرار شد ملیه فرصتی یافت که نگاهی اطراف اتاق اندازد آن نیز مانند سرسرا دیوارهایش پوشیده از آلات و ابزار صوفیانه بالای سر آقا روی تابلوی این شعر نوشته شده بود خاجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل همه ما در گلیم کنار تابلو یک تخت پوست از پوست قوچ کوهی به دیوار میخ شده بود پهلوی پوست یک تسبیح گلی سیاه هزار دانه کنار تسبیح یک تبرزین که رویش خطوطی نقش شده بود پلوی تبرزین یک خوزین کوچک ترکمنی ظاهرا به نشانه آنکه بشهد در این دنیا مسافری بیش نیست کنار خوزین یک بشقاب کاشی همدانی که وسطش عکس یک بلبل بود و وسط منقار بلبل یک برگ که روی آن نوشته شده بود آبدیه و پایین بشقاب این عبارت نوشته شده بود تقدیم به حضرت مقتدای سلطان الفقراء آقای فانیزاده همه اینها بر دیوار آویخته شده بود پس از لحظه ای سکوت آقا به جیهون گفت شما چند دقیقه خارج بشید من میخوام با خانم تنها بمونم جیهون و خواهرش بیدرنگ اطاعت کردند چون اتاق خلوت شد رو به ملیه کرد و گفت خانم من در وصف شما خیلی شنیدم شما زن با توفیقی هستید مورد توجه خلق هستید ولی سعی کنید قدری به خدا نزدیک شید ملیه با صدای ضعیفی جواب داد چشم حالت عروسی به خود گرفته بود که خجالت میکشد بله بگوید آقا ادامه داد من میدانم که شما زن خوشبختی هستید سعی کنید خدا را فراموش نکنید مردم عادت دارند که در مواقع بدبختی به یاد خدا بیفتند شما اینطور نباشید خدا حساب دستشه ملیه با صدای ضعیفی جواب داد چشم آقا ادامه داد شما به هر جایی که بخواید میرسید من حس میکنم که خدا مأموریتی بر عهده شما گذاشته سعی کنید این امانت رو درست به دست صاحبش برسونید فراموش نکنید که شما امانتداری بیش نیستید من در جوین شما خیلی چیزها میخونم سالهای سال مستر مقامات خواهید بود قدر خودتون رو بدونید وقت شما تمومه بفرمایید این را گفت و دستش را جلو آورد ملیه با صدای ضعیفی گفت چشم و دست آقا را گرفت و بران بوسه زد انگاه با صدای باریکی گفت آقای جیهون جیهون چنان که گفتی گوشش را روی سوراخ کلید نهاده بود آنند را باز کرد و وارد شد خواهرش هم به دنبالش آمد چون با حرکات آقا آشنا بودند فهمیدند که لحظه مرخصی است اول خواهر جلو آمد و از نو روی پای آقا افتاد بعد خود جیهون زانوانش را بوسید ملیه وظیفه دست بوسی را انجام داده بود هر سه در سکوت مطلق از در خارج شدند از رفتار آقا معلوم بود که ملیه را قبول کرده جیهون از این موفقیت خیلی خوشحال می نمود گفت طبق سنت باید دو هفته با اون وقت مراسم رسمی خلق پوشان و تشرف شما به حلقه فقرا صورت می گیره ملیه تشکر کرد توی سرسرا همان پیش خدمت جلو آمد و یک کیسه نقل جلو مهمانان گرفت خواهر جیهون دانه ای برداشت گفت به به تبرکه آن دو نفر دیگر نیز هر یک دانه ای برداشتند موقع خروج جیهون یک اسکناس ده تومانی توی دست درویش نهاد و از در خارج شدند